و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، و برای این کافران که میخوان عوض کنن یه حد وسطی بذارن شکنجه اهانت آمیز و سخت در نظر گرفتیم. در خدا نگاه کنین، این کتاب الله دیگه، این کتاب اسلامه. در شکنجه کدش همینجوری بازه، با ساتور و با چاقو و با چماق و با گرز آهنین و همه اینها. بعد میگه والذین آمنوا بالله و رسله ولم يفرقوا بین احد منهم، یعنی این رسوله خودش هم میدونسته که این میومده پیش سلمان میگفته با اینا خیلی سخته، نمیشه حالا یه خورده تخفیف بدیم بهشون. اینجاست که میگه اینا توانستن میان رسول و الله تفرقه ایجاد کنن، میان سلمان و آقا. سلمان یه قانون تسبیش نوشته شده داره، حساب کرده نشسته سالها فکر کرده که چگونه این ارتشو به حرکت در بیاره، حاضر نیست یک واجهش پس و پیش بشه، و با همون بود که تونست یک ارتش گردن کلفت خون ریز و کشتارگر رو به طرف میهن ما گسیل بداره، حاضر نیست ازش چیزی درز بگیره. طوری میگه اولئک هم الکافر هم الکافرون حقا، اونها کافران برحق و براستی کافر هستن. و اعتدنا للکافرین عذابا علیما مهینا، و ما برای این گونه کافران شکنجه اهانت آمیز مهین براشون تدارک دیدیم. بنده 142 یا 143 ببینم چی بود که توجه پسر من پارسا رو در ایران جلب کرده. بله ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، بله منظورش اینه که این منافقین به الله کلک میزنن اما کلکتر از اونا، الله از اونا کلکتره. بله زنده باشین. طالب است در وسط دعوای الله منافقین. بله بر سر آدامس فروش، آدامس خروس نشان الهی قمشایی به این آیه پیوست داده که الله و هواخواه یعنی مکرشان را باطل می سازد. همچه چیزی نیست، میگه ان المنافقین یا خادعون، مکر کسی رو باطل نمی کنه بسرم، این اون آدم حق باز خرابکاره. میگه ان المنافقین، منافقین یا خادعون، ان یعنی به درستی در حقیقت، منافقین هم که جاشون مشخصه توضیح دادیم، یو خاده اون یعنی کلک میزنن، خدعه میکنن. بعد این میگه یو خاده اون الله، یعنی به الله کلک میزنن، و هو و خاده هم خیلی ساده است و اوست که کلک به اینا میزنه، تم شد، هیچ جمله اضافه نداره. و یعنی و هو و یعنی او، خاده هم کلک به اونها میزنه. اگر قمشهی اومده گفته که والله هو و خاد یعنی مکرشان را باطل میسازد، اینجوری نیست، او کلک میزنه به اینها، هو و خاده هم. منتها اینا خب خیلی سعی کردن این چرندیات رو یه شکل قانونی بهش بدن که بتونن بخوننش به مردم. بعد پارسا نوشته شگفت از این پر روی، درود بر شما پارسای عزیزم، فرزند شما پارسا، درود به خدا، برای این الله یه آدامس خروس نشان بخرین تا دست از این سر منافقین برداره، ما هم راحت بشیم. زنده باشه پارسایی گرامی. بله ایشون در حال خوردن آدم سکروس نشان هست، نگران نباش پسرم. بر روی حالا اومد سراغ والذین آمنوا بالله و رسوله ولم یفرقوا بین احد منهم، اونایی که ایمان آوردن به الله و پیغمبراش و تفرقه در میان الله و پیغمبر را انداختن، ولم یفرقو و تفرقه ایجاد نکردن، بین احد منهم یعنی میان الله و پیغمبرش ایجاد تفرقه نکردن. آخه این الله و پیغمبر با هم اختلاف، عایشه میگه میارم براتون از کتاب عبدالله السبیتی، میگه اینا تا صبح می نشستن با هم بحث میکردن و کادن یغلبنا علی محمد، و به اصطلاح بسیار جهان نزدیک بود که البته یعنی محمد رو مغلوب بکنه، که طبیعی است که اینا
درگیر بودن به این شکل. اینجاست که میان الله و رسول اختلاف می افتاده. بعد میگه اونهایی که ایمان به الله و رسول میارن و تفرقه نمیان از یه حرفا بزنن که میان من و اربابم اختلاف بیفته، لم یفرقو بین احد منهم، ایجاد تفرقه میان هیچ کدوم از اینها نمی کنن، اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، و اونها به این زودی خیلی به زود ما به اونها دستمزدشون رو میدیم. و کان الله غفورا رحیما، این سوف یؤتیهم اجورهم همون غنیمت هایی بود که از میهن ما گرفتن، دستمزد اون بود. اون میدونست برای چی داره تدارک میبینه و میگفت سوف یؤتیهم، ما میدیم به زودی دستمزدهاشون رو. دستمزدهاشون اون بخشی بود که من دیروز از دیشب از تاریخ البلازری براتون خوندم که 30 میلیون دینار فقط از منطقه گلولا اینها به هر سواری 9000 دینار و 9 رسگاو گوسفند رسید و دیگه چیزی برای ملت ایران نموند. دستمزد اون رو میدونست اون حرومزاده نادرست که حالا آیش اینه، سوف یعطیهم اجورهم، به زودی میدهیم دستمزدهاشون رو. و کان الله غفورا رحیما، همه چیزم که به الله و آمرزندگی و مهربان بودنش بسته شده. خب میگه یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، این اهل کتاب از تو میپرسن که آقا یک کتابی نوشته برات از آسمان بیاد پایین. فقط سألو موسی، در حقیقت این از موسی هم پرسیدن، اکبر من ذلک، از این بیشترم از موسی پرسیدن. فقالوا ارنا الله جهرتن، گفتن آقا این خدا رو بیار به ما نشون بده، چهرهش رو نشون بده. فأخذتهم الصاعقه بظلمهم، ناگهان حالا مثلا یه دی آدم نفهم بیان به یکی بگن آقا این خدا رو به ما نشون بده، فأخذتهم الصاعقه بظلمهم یعنی چی؟ حالا یه عده نادونن ناآگاهن میان میگن آقا این خدا رو به ما نشون بده، فوری باید صاعقه بیاد همه اینا رو از بین ببره. فأخذتهم الله، اخذتهم الصاعقه بظلمهم، صاعقه اینها رو گرفت به ظلمی که اینها داشتن. به نام ایران، با درود به سرور گرامی جناب آقای فولادوند استاد عزیز من، لطف فرمایید بگویید محمد قبل از اسلام تابع کدام آیین و یا مذهبی بوده است؟ هیچ دین و مرامی نداشته بود، پرست بود. با تقدیم احترام قربان شما هومن. هومن جان همون دین پدرانش رو داشته، بود پرستی رو. پدر او هم محمد ابن عبدالله بوده نه عبدالله، اگر عبدالله بود یعنی بنده الله، ولی عبدالله یعنی عبد الهه بوده پدرش، زیرا که در اون موقع فقط اللات که همون بت مهمی بود که بعد اینها تبدیل به اللهش کردن به اصطلاح مورد پرستش قرار می گرفت. و پدر بزرگ هم به این خاطر نام پدر او رو گذاشته بود عبدالله، که عبداللات که به اصطلاح همون لات رو بنده لات بود، مثل این که عمر بن عبد ود هم داشتیم که با علی جنگید و علی با کلک او رو پاشو قطع کرد، او هم عبد ود بود. ود هم یکی از بت‌هایی بود که در اون هنگام بود که ما نام بت‌ها رو خوندیم، ایشون بت پرست بود و مثل پدرانش مثل همه جد آباش. بله، بعد گفتش که یسألو که اهل الکتاب، این آقایون اهل کتاب از تو میپرسن، میخوان ان تنزل علیهم کتابا من السماء، که یک کتابی از آسمون براشون نازل کنی. فقط سألو موسی اکبر من ذلک، از این بیشتر